افشاگری عضو ارشد سازمان حماس در مورد جزئیات مرگ اسماعیل هنیه و پروژه تروری که براش طرح‌ریزی کردن. با ما همراه باشید، جزئیات حادثه و نحوه برخورد موشک با اتاق اسماعیل هنیه و اتفاقاتی که در لحظه حادثه افتاده رو با هم از زبان عضو ارشد حماس میشنویم. تا پایان رو با ما باشید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع بکام. خب از ساعت اولیه یه بامداد که ماجرای ترور اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس مطرح شدش، افراد مختلف نسبت به این ماجرا واکنش هایی رو نشون دادن، ولی خب خبرگزاری های رسمی حکومت در مورد جزئیات این حادثه و چگونگی این ترور صحبتی رو انجام ندادن و اون رو منوط به تحقیقات بیشتر کردن. ولی خب عضو ارشد حماس در مصاحبه و کنفرانس تلویزیونی که داشت از جزئیات این حادثه پرده برداشت. خلیل الحیه در نشست خبری که ساعتی پیش برگزار شد در مورد جزئیات اتفاقی که برای اسماعیل هنیه و همراهانش توی حادثه 2 بامداد اتفاق افتاد دست به افشاگری زد. این عضو ارشد حماس گفتش که تیم‌های فنی در حال بررسی و پیگیری بیشتر موضوع است. ایشون توی کنفرانس خبریشون گفتن که شاهدانی که با اسماعیل هنیه بودند تایید کردند که یک موشک به اتاقی که او در اون حضور داشته اصابت کرده و ساختمان به صورت کامل تخریب شده. اکنون منتظر تحقیقات کامل از سوی مراجع ذی‌صلاح هست. مکان حادثه به واسطه انفجار موشک تخریب کامل شده و برخی از شیشه ها، پنجره ها و درها و دیوارهای مجاور هم آسیب دیده. دادستان از صبح یک کمیته تشکیل داده و تیم های فنی در محل حضور دارند تا این موضوع رو پیگیری کنند. ما اطمینان داریم که بعد از انجام تحقیقات کامل این حادثه بتونیم جزئیات اون رو به دست بیاریم. یه گزارشی هم از ساعتی پیش توی خیلی از کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه با عنوان گزارش سازمان اطلاعات سپاه در مورد جزئیات حادثه تروریستی صبح امروز که برای اسماعیل هنیه افتاده، که خود خبرگزاری‌های مربوط به سپاه این گزارش رو تکذیب کردن. توی این گزارش اومده که شهید هنیه به صورت کاملا ناشناس در محله‌ای در شمال تهران در خوابگاه جانبازان به صورت کاملا ناشناس و مخفی اسکان داشته که حتی سرایدار ساختمون و نیروی انتظامی محل هم از هویت اون خبر نداشتن و تنها گمان میکنن که یک مهمان خارجی ساده است و خود سازمان اطلاعات سپاه هم اطلاع نداشته که این محل چجوری لو رفته و موشک بهش اصابت کرده. که خب این گزارش توسط خود خبرگزاری رسمی سپاه تکذیب شد. اما بریم قسمت‌هایی از کنفرانس خبری امروز که توش عضو ارشد حماس هم صحبت‌هایی رو در مورد جزئیات حادثه انجام داده بشنویم. خون فرمانده اسماعیل هنیه پیام واضحی دارد که انتخاب ما مقاومت و مبارزه است و هیچ چیز جز مقاومت در برابر این دشمن جواب نمی‌دهد. این مسیری است که می‌تواند ملت ما را متحد کند، زیرا ثابت شده است که این دشمن نه به راه حل‌ها باور دارد و نه به حقوق و چیزهایی مثل این. بنابراین تنها راه مقاومت است. از این رو ما بر این انتخاب متحد هستیم و سایر گزینه‌ها شکست خوردن و نیازی به بحث بیشتری ندارن. اما برای امت ما، ما از خون شهید اسماعیل هنیه به عنوان نمادی که در امت اسلام و عرب و آزادگان جهان جایگاه دارد انتظار داریم که موضع حقیقی خود را در برابر این اشغالگری نشان دهند و دشمن را وادار به پرداخت هزینه کنند. این بر عهده همه آزادگان است که اصالت خود را نشان دهند. ما معتقدیم که انسانیت هنوز خیر فراوانی در خود دارد و این اقدامات اشغالگران فقط مقدمه‌ای برای نابودی آنهاست انشاءالله. اما در مورد حادثه اخیر، تا کنون شاهدانی که با برادر اسماعیل بودند تایید کردند که یک موشک وارد اتاق شد که برادر اسماعیل هنیه در
در آنجا مورد اصابت مستقیم قرار گرفت. اکنون منتظر تحقیقات کامل از سوی مراجع ذی‌الصلاح و برادرانمان هستیم. مکان حادثه به واسطه انفجار موشک تخریب شده و برخی از شیشه ها، پنجره ها، درها و دیوارها آسیب دیدند. شاهدان در خانه شهید هنیه را تایید کردن. جزء بشر را به اصلاح جمهوری اسلامی و متخصصان می سپاریم. شنیده ایم که دادستان از سوی کمیته ای تشکیل داده است و تیم های فنی در محل حضور دارند تا این موضوع را پیگیری کنند. ما در مورد بر پایه مبارزه مسلحانه و تانواد باید گفتی هیچ گزینه دیگری نداریم. دشمن صهیونیستی کرانه باختری را به افراطی ها سپرده است و اکنون قصد تخریب مسجد اقصا را داره. دشمن به حقوق ما اعتراف نمی کنه. پارلمان اسرائیل قانونی تصویب کرده که توسط همه یهودیان حاضر در پارلمان تایید شده و این قانون اعلام می کند که هیچ دولت فلسطینی در غرب رود اردن وجود نخواهد داشت. بنابراین ما چاره‌ای جز مبارزه و دفاع از حقوق مردم نداریم انشاءالله. اما سپاه پاسداران هم اطلاعیه جدیدی رو در مورد جزئیات حادثه منتشر کرد که توی متن این اطلاعیه اومده. متن اطلاعیه دوم اومده بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که به استحضار ملت شریف و عظیم الشأن ایران اسلامی و آحاد امت اسلامی و رزمندگان جبهه پر افتخار مقاومت رسانده شد، در نخستین ساعت بامداد امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه 1403 مجاهد بزرگ آقای دکتر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظین شجاع ایشان، در اقدام تروریستی رژیم بوزدل و جنایتکار صهیونیستی در محل اقامت خود در تهران به شهادت رسیدند. شهید هنیه از جمله شخصیت‌های برجسته حدوداً 110 هیئت خارجی دعوت شده توسط مجلس محترم شورای اسلامی برای شرکت در آیین تحلیف 14 دوره ریاست جمهوری بودند که طی سالیان اخیر به ویژه پس از عملیات تاریخی طوفان الاقصا سفرهای متعددی به کشورمان داشتند. این جنایت نشان داد باند تبهکار، قاتل و تروریست صهیونیستی بدون توجه به قواعد و مقررات بین المللی برای سرپوش گذاردن بر شکستهای خفتبار 9 جنگ در غزه که منجر به قتل عام 10,000 زن و مرد و کودک فلسطینی شد، از ارتکاب هیچ اقدام جنایتکارانه‌ای دریغ نمی‌ورزد. بی تردید این جنایت رژیم صهیونیستی با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقتدر و عظیم مقاومت به ویژه ایران اسلامی مواجه و برکات مجاهدت‌های شهید القدس دکتر اسماعیل هنیه در دفاع از آرمان‌ها و حقوق ملت فلسطین یاری بخش آنان خواهد بود. با محکومیت شدید این اقدام رذلانه و جنایتکارانه و تسلیت و تبریک شهادت سردار عالی قدر حماس و مقاومت اسلامی فلسطین و محافظ دلاور وی، خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به این حادثه برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید. به محض اینکه اخبار جدیدی از جزئیات این ماجرا منتشر بشه براتون توی کانال قرار میدم. میتونید اولین نفر این اخبار رو تماشا بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.